طوفان رشد قیمت دلار و طلا همراه با آشوب در اقتصاد ایران، طوفانی که سر باز ایستادن ندارد و آشوبی که سفره مردم را در آستانه بهار هدف گرفته است. اقتصاد مقاومتی اقتصاد درونزاست، اقتصادی است که در داخل پایه‌های مستحکمی داره که تکانه‌های بین المللی و جهانی و اقتصادی او رو از جا در نمیبره. رهبر جمهوری اسلامی و ابراهیم رئیسی دشمن را عامل وضع اقتصاد ایران میدانند. قیمت دلار در روزهای آغازین اسفند ماه سال 1401 برخلاف وعده‌های تیم اقتصادی دولت به سمت آستانه 55 هزار تومان در حال حرکت است. حالا با وجود تهدید مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی، پیشبینی دلار 60 هزار تومانی ظاهراً قرار است قبل از آغاز سال جدید محقق شود. نگاهی به روند رشد قیمت دلار طی 44 سال گذشته، اما روشنگر است که دولت 13 به صورت کلی رکورددار از دست دادن فرمان اقتصاد ایران و کوچک کردن سریع سفره مردم زیر بار فشار تورم و گرانی است. کارشناسان عقیده دارند که تداوم این روند منجر به گسترش اعتراض‌های معیشتی از اسفند ماه تا اردیبهشت سال 1402 و اعتصاب‌های سراسری بازار و گروه‌های مختلف شغلی در ایران خواهد شد. درآمد ریالیه، هزینه‌ها دلاریه. درآمد ریالیه، هزینه‌ها دلاریه. طبق این گفته‌ها باید منتظر تأثیرهای شدید این تورم در کوتاه مدت بر سفره معیشت مردم بود. نخستین تأثیری که افزایش قیمت دلار خواهد داشت این است که دلار جیره‌بندی میشه در دست دولت. در نتیجه هدف دولت این است که کمبود دلاری خودش رو جبران بکنه. اثر دوم این است که قیمت تمامی کالاهای سرمایه‌ای به موازات دلار بالا میره و در قسمت سوم این است که قیمت‌های عمومی، سطح عمومی قیمت‌ها بالا میره. در نتیجه تورم در کشور افزوده میشه که خودش موتور جداگانه خودش رو داره از طریق افزایش نقدینگی، ولی اکنون که دولت مبتلا هست به کمبود منابع دلاری، این کاری که انجام داده تا یه هفته گذشته عملا خودش وارد بازار ارز شده به این معنا که میخواهد تقاضای ارز رو کنترل کنه و به همه تقاضا کنندگان ارز نده، یعنی این کار رو بکنه که جلوی ارز صادر شونده برای فرار سرمایه رو بگیره، فقط بر محدود کنه ارزو به کالاهای اساسی و ضروری. اونم عملا ممکن نخواهد بود، ولی به هر صورت هدف کوتاه مدت دولت اینه. ولی مجموعا سطح قیمت ها مدام داره بالا میره و متاسفانه این قضیه افزایش قیمت دلار، نرخ دلار هم به اون قضیه اضافه خواهد شد. در نتیجه تورمی که امسال 45% اعلام شده برای سال آینده اگر با همین زمینه جلو بریم بسیار بالاتر خواهد بود و در نتیجه زندگی مردم با این بودجه‌ای که توان یا مجال افزایش درآمدها رو نمیده، معیشت مردم تنگتر و گرفتاری‌های سیاسی تا به اون هم افزوده‌تر خواهد شد. گرانی دلار در ایران تنها مربوط به تحریم‌ها یا اعتراض‌ها نیست. عوامل دیگری مانند تأمین نشدن منابع ارزی، کسری بودجه، ناترازی پرداخت‌ها، رشد نقدینگی، ریسک سرمایه‌گذاری، بازارسازی کاذب دولتی و چاپ پول بدون پشتوانه در شکل‌گیری وضع موجود دخیل هستند.
بر طبق شواهد بهار سال 1402 در صورت تداوم این وضع باید منتظر شکستن همه رکوردهای قبلی تورم و رکود، همینطور رشد سریعتر قیمت ارز و طلا در ایران و همراه شدن آن با اعتصاب و اعتراضهای گسترده بود. داریوش معمار، ایندیپندنت فارسی.